چرا هنوز بیداری؟ سعی میکنم بخوابم. ناراحت شدی نه؟ یه چیزی بگم، من هر جا که برم مردم منو اینجوری نگاه میکنه، در موردم هم حرف میزنن یا فرصت کنن ازم تعریف میکنه، ولی به هم کم حقوق میدن. ولی اونجا حقوق خوبی میدن. میدونم روم غیرت داری، اگرم یکی نگاهم کنه یا راجبم حرف بزنه تو خوشت نمیاد، ولی مردم همیشه نگاه میکنن، سعی میکنن حرف بزنن، یا حتی وقتی با تو هم. منظورت چیه؟ وقتی بده که یعنی منم کسی رو نگاه کنم، با یکی شروع کنم حرف زدن. اگه تو به ترسی از نگاه مردم، اونا نیتشون رو عوض نمی کنن. اینقدر به اونا فکر نکن، به من فکر کن، به من نگاه کن. برای چی نگفتی که آماده بود دم در خونم؟ برای چی الکی گفتی به جای وایده 400 زنگ ما رو زدن؟ برای اینکه بدون دعوت اومده بود، منم دیدمش تعجب کردم. بعدم یادته که داشتم باهات حرف میزدم، گوشیو قطع کردم. برای چی؟ چرا قطع کردی؟ تو نفهمی، نشنوی و عصبانی نشی، اینقدر فکر و خیال نکن و اعصابتو خرد نکن. خب برای چی اومده بود؟ بعدم چرا وقتی اومد که میدونست من خونه نیستم؟ برای اینکه من تماسشو جواب نمیدم. چی؟ بهت زنگم میزنه؟ آره؟ زنگ نمیزنه، زنگ زده بود. فهمیدم که شهریاره گوشی رو قطع کردم. شماره تو از کجا آورده؟ اومده بود همینو بگه. شماره ما از انوشه گرفته بود. شماره من برای این گرفته بود چون میخواد به تو کمک کنه. اون میخواد من تو دفترش کار کنم، کمک خرجت باشم. بعدم حقوق خوبی پیشنهاد داد. گفتش ماهی 100,000 تا میدم. ماهی 100,000 تا؟ یعنی از همون اول 100,000 تا میده؟ اون که اینو گفت. چه جوابی دادی؟ گفتم باید با شوهرم صحبت کنید. ولی با من که حرفی نزد، شماره منم داره. خب ببین چی دارم میگم. گفت اگه شما جواب مثبت بدی، منم با دانیل حرف میزنم، وگرنه فکر میکنه که دارم براش دلسوزی میکنم. اون خیلی زرنگه. اون زرنگ نیست، فقط یه دوسته. ولی بازم اگه فکر میکنی آدم خوبی نیست یا خیلی زرنگه، خب باشه، من اونجا کار نمی کنم. دیگه بگیر بخواب. بعدشم از اون جاسوست که خبر آورده برات بپرس که من گذاشتم بیا تو خونه یا نذاشتم بیا تو. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.